حضرت آیت الله العظما حاج سید صادق حسینی شیرازی دام از الله فرمودند خدای متعال در قرآن می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود. ببینید عبادت و سلوک و رفتار پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در قبال خیشاوندان و بیگانگان چگونه بوده است و همان را سرمشق خیش قرار دهید. آن جناب زنان متعددی داشتند و برخی از همسرانشان ایشان را آزار می دادند، ولی آن جناب هرگز با آنان با خشونت رفتار نکردند. خشونت با زنان حتی اگر در برخی موارد جایز باشد، در این روزگار به عنوان ثانوی مسلماً حرام است. 6 تن از عموهای پیامبر مشرک بودند و مشرک از دنیا رفتند و علیه ایشان جنگ افروزی می کردند، ولی هیچگاه از ایشان کلمه ای علیه آنان نقل نشده است. خشونت هایی که امروزه در جامعه مشاهده می کنیم مخالف سنت رسول الله است و چنین کسانی تابع معصومی نیستند. ما نیز باید در هر مقامی از علم و ایمان و تقوا قرار داریم نسبت به شیطان و نفس اماره هوشیار باشیم و لحظه ای از یاد حق غفلت نکنیم و همیشه از خدا توفیق یاری بخواهیم. چنین خشونت هایی جامعه را به هم می زند و موجب رمیدگی جوان ها می شود، چرا که با نرمی و رحمت و سیره نبوی بهتر می توان جوان ها را هدایت کرد. از همین روست که یکی از غربی ها درباره پیامبر گفته است او بیشتر از آن که با عملش مردم را هدایت کند با اخلاقش آنان را تربیت می کرد. نمی خواهم بگویم که حرف این غربی کاملا درست است. علم رسول خدا بزرگان یهود و نصارا را به زانو درآورده است، ولی اخلاق هم در جای خودش خیلی مهم است. يعلن هذا للجنة سيرا كل فريق يضمن فوزا لا يحمل خسرا